در مزمور پنجا و یک سه روبرو میشیم با توبه داوود نسبت به سپاس کنیم. نسبت به گناهی که کرده بوده اعلام میکنه زیرا که به معصیت خود اعتراف میکنم یعنی به گناه خود با فروتنی و پشیمانی قلبی عزیزان نه هر توبه ای کلام خداوند میگه توبه باید ثمره بده ثمرش این هست که من دیگه در جایگاه گناه اون گناه قرار نمیگیرم پس میباید توبه من حقیقی باشه در نامه یعقوب 516 میخوانیم که اعلام میکنه نویسنده نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای هم دعا کنید تا شفا یابید یعنی چی نه اینکه من هر گناهی میکنم گاهی گناهان ما گناهان پنهانی هستش که میریم در حضور خدا توبه میکنیم ولی بعضی گناه هستش که نه تنها آسیب به من زده بلکه به دیگران مثل غیبت مثل دروغ مثل دزدی علنی بوده پس میباید علنی توبه کنم اگر من تهمت زدم به شخصی غیبتشو کردم اون رو رنجوندم در جمع میباید اگر حقیقتا قلبا من پشیمان شدم میباید این توبه من در حضور اونها باشه به دو دلیل یک نشون بدم که من نسبت به اون گناه حقیقتا پشیمان هستم و این توبه طوبع من توبه حقیقی است نکته دوم چند نفر دیگه اونجا به عنوان معلمین من دوستان ایماندار من مواظب من باشن که اگر دوباره نزدیک اون گناه شدم و داشت اون گناه دوباره تکرار میشد مانع من بشم مضمون 51 و یک سه اعلام کنید زیرا که به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهانم همیشه در نظر من است داوود پادشاه با زنایی که انجام داده بود پشیمانی که به توسط ناتان نبی هوشیار شده بود گرفته بود اون رو کاملا علنا اعلام میکنه چرا که گناه او گناهی نبوده که یک گناه پنهان روی فکرش باشه او یک موقعیت ساده زندگیش باشه بلکه او یک خانواده رو متلاشی کرده بود و باعث قرد شده بود و نمی فقط بگه تو دلم من رفتم توبه کردم و گناه من بخشیده شده بلکه می باید حقیقتا در یک جایگاه درست این توبه رو قرار میداد. چون خدای ما به دل ما نگاه میکنه اگر امروز احساس ما فکر ما ما رو آزار میده ما ملزم میشیم نسبت به یک گناهی که بارها توبه کردیم لطفا دوباره توجه کنیم آیا اون توبه که کردیم از اون شخصی که باعث آزارش شدیم پوزش هم خواستیم آیا رفتیم در برابر اون توبه بکنیم یا نه یا فقط در خفا نسبت به آزاری که به دیگران رسوندیم ما فقط توبه کردیم و این یک موقعیت فرمالیت و این نوع توبه سمره نخواهد داد اگر من دلهایی رو شکوندم باعث رنجش دیگران شدم اما توی خلوتگاه رفتم توبه کردم پدری روم رو میکنه به بچهش پسر بچهش میگه چیکار داری میکنی؟ میگه دارم نقاشی میکشم میگه چی میکشی؟ میگه چی؟ یه گاف کشیدم که داره علف میخوره میگه گاف کشیدی الاف؟ اون کو الافاش؟ میگه خب گاوه خورد دیگه میگه خب گاوه کو؟ خب گاوه هم رفت آیا ما میتونیم با خدا میگونه روبرو رو بشیم؟ بیم خدایا ما توبه کردیم اما نیترسیم بریم به طرف بگیم ما پوزش میخوایم. پس هنوز من غرور دارم. هنوز این غرور در وجود من هست و به من این آرامش رو نمیخواد بده. در همون مزبور 51 هش الا 9 نویسنده این گونه اعلام میکنه: شادی و خورمی را به من بشنوان به توسط روح القدس. چرا که ما میدونیم در حضور خدا کمال خوشبختیه. پس اگر ما امروز توبهمون حقیقی هستش اگر ما امروز نسبت به آنچه که میدانیم اشتباه کردیم احساس پشیمانی صد درصد داریم اینجا دیگه حضور خدا و روح خدا من رو شاد خواهد کرد شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخانهایی که کوبیده ای به, به وجد آید آیا خدا باعث میشه که من در رنج باشم هرگز؟ لطفا به این موضوع توجه کنید خدا انسان رو شکل خدا آفریده ما آنگونه ای آفریده شدیم که فقط در حضور خدا می توانیم شاد باشیم و خوش باشیم دوری از خدا باعث ناشادی ما خواهد بود باعث رنج ما خواهد بودش پس بنابراین داوود پادشاه چون گناه کرده بود گناهش باعث رنج شده بود نه اینکه بعد خدا او رو عذاب میده یک بار دیگه میگم شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوان که کوبیده ای به وجه آید روی خود را از گناهانم بپوشان یعنی کفاره کن همون گونه که من و شما مسیح ایمان آوردیم و خون مسیح کفاره کننده گناهان ما شده و اگر هر روزم اشتباه و گناهی میکنیم توبه میکنیم بازم این فیض خدا شامل ما میشه که گناه ما بخشیده میشه و همه خطاهای مرا محو کن تا بتونم در اون آرامش و در اون موقعیت خوب باشم